پرداخت معاشات دو ماهه مامورین دولت از سوی وزارت مالی طالبان. آتش سوزی مرگبار در زندان جان 38 نفر را گرفت. ریزش ارزش پول افغانی در برابر دلار. فرمان جدید رهبر طالبان. والیان با افرادی که افغانستان را ترک می کنند دیدار کنند. تماس تصویری ولادیمیر پوتین با جو بایدن و هشدار جو بایدن به پوتین به خاطر حمله بر اوکراین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. وزارت مالیه افغانستان از پرداخت حقوق ماهای سنبله و میزان کارمندان ده اداره دولتی خبر داده است. در یک اعلامیه این وزارت که امروز چهارشنبه 17 قوس نشر شده آمده است که این اداره اسناد معاشهای کارمندانشان را به وزارت مالیه سپرده بودند، در اعلامیه از این اداره ها نام گرفتن نشده است. در اعلامیه آمده است که روند توزیع معاشهای ماه سنبله و میزان ادامه دارد و در روزهای بعدی از سایر اداره ها که اسناد معاشهای کارمندانشان را با وزارت مالیه شریک کنند پرداخت می شود. این در حالی است که مسئولان در حکومت طالبان پیش از این از تلاش‌ها برای پرداخت حقوق ماه‌های سنبله، میزان و عقرب کارمندان دولتی خبر داده بودند. اما اکنون وزارت مالی افغانستان می‌گوید که روند اجرای معاش‌های 3 ماهه کارمندان دولتی زمانگیر است و به همین علت اکنون تلاش شد بنابر کوتاهی زمان و رسیدگی عاجل به مشکلات اقتصادی کارمندان، معاشات 2 ماهه‌شان پرداخت شود. مسئولان وزارت مالیه اطمینان می‌دهند که معاش 1 ماه دیگر کارمندان دولتی نیز به زودترین فرصت اجرا و برایشان پرداخت می‌شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در 24 اسد سال روان اکثر کارمندان دولتی معاش‌هایشان را دریافت نکرده و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. ریزش ارزش پول ملی ادامه دارد. سقوط ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد و از صبح امروز چهارشنبه 17 قوس ارزش 1 دلار آمریکایی به 103 افغانی رسید. سرای شاهزاده بازار مرکزی ارز افغانستان نرخ خرید دلار را 103 افغانی و فروش آن را 103.20 افغانی اعلام کرده است. این نرخ در حال تغییر است. این بالاترین رکورد سقوط پول ملی طی 2 دهه اخیر است. افزایش ارزش دلار در برابر افغانستان به صورت مستقیم روی زندگی و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد و سبب می‌شود که نرخ مواد اولیه مورد ضرورت آنها در بازارها افزایش پیدا کند، چرا که واردات مواد اولیه با دلار انجام می‌شود. نرخ دلار در حال افزایش یافته است که فقر و گرسنگی در کشور در حال گسترش است. با سقوط دولت ذخایر بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های خارجی مسدود شد و در حال حاضر افغانستان با بحران نقدینگی نیز مواجه است. با این حال گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه خود پیشنهاد کرده است آمریکا به صورت تدریجی دارایی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. به گفته این گروه قسط اول این پول‌ها به صورت آزمایشی آزاد شود. با گفته گروه بین‌المللی بحران این کار به بانک مرکزی افغانستان اجازه می‌دهد تا ارزش افغانی پول ملی کشور را تنظیم و حراج‌های دلار را مانند دولت پیشین اجرا کند. در این حال رهبر طالبان در فرمان جدید به والیان ولایات دستور داده است تا برای افرادی که به فکر ترک وطن هستند دیدار مستقیم داشته باشند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان جدیدی به والیان ولایت دستور داده است تا به افرادی که قصد ترک افغانستان را دارند و به سرنوشت خود و فرزندانشان بازی می کنند و حتی برای جواز اقامت وادار به تهمت زدن علیه اسلام و نظام اسلامی و نیز تهیه اسناد جعلی می شوند با همکاری مسئولان زیرفت و علما با آنها دیدارهای مستقیم داشته باشند. در فرمان آخوندزاده آمده است والیان محترم با همکاری مسئولان زیرفت و علمای کرام با آنها دیدارهای مستقیم داشته باشند، مشکلاتشان را بشنود و برای یافتن راه‌های حل آنها کمک نمایند.
در ادامه رهنمود رهبر طالبان آمده است که والیان تلاش‌های خود را برای تدابیر بیشتر امنیتی دوام بدهند تا کسی فرصت اعراب و ترسانیدن دیگران را نداشته باشد. او نیز گفته است که تدابیر امنیتی گرفته شود که هیچ کسی در برابر خدمات و فعالیت‌های تاجران، کسبه کاران و متخصصین موانع ایجاد نتواند. پس از آن که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، بسیاری از مردم راه فرار را به پیش گرفتند و به کشورهای اروپایی به طور قاچاق کشور را ترک می کنند. آتش سوزی در زندان پایتخت بروندی 38 زندانی را به کام مرگ فرستاد. مقام های بروندی می گویند که آتش سوزی گسترده در یک زندان مزدحم در گیتاگا پایتخت بروندی جان 38 زندانی را گرفت. این رویداد روز سه‌شنبه 16 قوس وقتی به وقوع افتاد که شمار زیاد زندانیان در سلول‌هایشان خواب بودند. مقام‌های بروندی گفتند که 26 نفر از اثر سوختگی شدید و 12 نفر دیگر در اثر خفه شدن با دود جان باختند. شاهدان عینی گفتند که زندانیان سراسیمه که شماری از آنها به کلی برهنه بودند، به بام زندان برآمده بودند تا خود را از مرگ نجات دهند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده شعله‌های آتش را نشان می‌دهد که از اطراف ساختمان زندان زبانه می‌کشد. بخش زیاد ساختمان زندان در اثر آتش سوزی تخریب شده است. یکی از زندانیان نجات یافته از این رویداد در تماس تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: با دیدن شعله‌های آتش به فریاد زدن آغاز کردیم که زنده در آتش می‌سوزیم، اما پلیس درها را برای ما باز نکرد و گفتند که به ما چون این دستور داده شده است. نمیدانم چگونه فرار کردم، اما شماری از زندانیان به کلی سوختند. چندین منبع گفتند که زندانیان در آتش سوزی گیر ماندند، زیرا به گفته آنان زندانیان کلیدهای تمام بخش‌ها و سلول‌های زندان را در اختیار نداشتند، زیرا این کلیدها نزد مقام‌های نگهداری می‌شود که شبانه در زندان حضور نمی‌داشته باشند. وزارت داخله بروندی گفته است که این فاجعه در اثر شارتی برق در این زندان که ساختمان آن بیش از یک قرن کهنه است به وقوع پیوسته است. زندان گیتاگا که سومین زندان بزرگ بروندی است، گنجایش 400 زندانی را دارد، اما بر اساس آمار مقام‌های زندان در پایان ماه نوامبر بیش از 1500 نفر در این زندان محبوس بودند. و در پایان، بایدن در گفتگو با پوتین در باره حمله به اوکراین هشدار داد. پس از گفتگوی مجازی میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و افزایش نگرانی از اقدام نظامی مسکو در اوکراین، واشنگتن میگوید در حال آماده شدن برای واکنش درخور به روسیه است. در این تماس ویدیویی میان دو رهبر، آقای بایدن از بسیج نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرد و روسیه را به تبعات سنگین اقتصادی تهدید کرد. روسیه میگوید به اوکراین حمله نخواهد کرد. به گزارش بی بی سی فارسی، ولادیمیر پوتین کیف را به تحریک مسکو متهم کرد و از همتای آمریکایی خواست جلو گسترش ناتو به سوی شرق و کشورهای ام مرز روسیه را بگیرد. خبرگزاری تاس گزارش داده است که این تماس با کمک ارتباطی ویدیوی ایمنی انجام شد که در دوران رئیس جمهوری دونالد ترامپ برقرار شده بود، اما هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفته بود. تصاویر ویدیویی ابتدایی این تماس گفتگوی دوستانه را بین دو رهبر نشان می‌دهد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.